life, freedom. Woman, life, freedom. Frau, Leben, Freiheit. Frau, Leben, Freiheit. از زمان اعتراضات سراسری سال 1401 و سرکوب و تعقیب قضایی معترضان از سوی حکومت ایران، شماری از آنها به کشورهای دیگر از جمله برخی از همسایگان ایران پناهنده شدند. برخی از این پناهجویان میگویند که در صورت بازگشت به ایران با تهدید جانی روبرو خواهند شد. حال پس از ماها تلاش و رایزنی و راه اندازی کمپین 500,000 امضا برای حمایت از پناهجویان در خطر بازگشت به ایران، شماری از فعالان حقوق بشر در آلمان با حمایت از این کمپین توانستند پارلمان آلمان را برای تغییر سیاست‌های دولت فدرال در قبال پناهجویان و آسیب دیدگان ایرانی و پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی متقاعد کنند. فرشاد محمودی، یکی از امضا کنندگان این کمپین، در گفتگوی با صدای آمریکا هدف از تشکیل این کمپین را حمایت عملی دولت فدرال و اروپا از جنبش زن زندگی آزادی عنوان کرد. در این راستا دادخواستی رو تنظیم کردیم و به پارلمان آلمان ارائه دادیم و از حکومت آلمان خواستیم به علت نقض شهید حقوق بشر در ایران و در همبستگی با انقلاب دموکراتیک ایران از پناهندگان ایرانی که قربانیان مستقیم جمهوری اسلامی هستند حمایت عملی بکنند. ما در کلیت این دادخواست افزایش پذیرش بیشتر پناهندگان ایرانی، تسهیل و تسریع ورود پناهندگان ایرانی، مخصوصا انتقال هرچه سریعتر مجروحان و آسیب دیدگان، توقف اخراج پناهجویان ایرانی و اقدامات حمایتی از اپوزیسیون و اتباع ایرانی در تبعید رو از حکومت آلمان درخواست کردیم. خوشبختانه پارلمان آلمان این دادخواست رو پذیرفت و اون رو تصویب کرد و به صورت یک قطعنامه پیشنهادی این دادخواست رو به دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و پارلمان‌های ایالتی آلمان ارائه کرد. ما در این مرحله تلاش می‌کنیم تا با رایزنی با دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و پارلمان‌های ایالتی این قطعنامه رو به مرحله اجرایی در بیاریم. این دادخواست که در حال حاضر در پارلمان فدرال آلمان تصویب شده، قرار است با رایزنی‌های بیشتر به مرحله اجرایی برسد. تصویب نهایی این قطعنامه نیاز به رأی کامل و حمایت همه جانبه دولت فدرال این کشور، پارلمان اروپا و پارلمان‌های ایالتی آلمان دارد. قسم به خون یاران، قسم به خون یاران. از زمان خیزش سراسری زن زندگی آزادی، سرکوب وحشیانه معترضان، شماری از مخالفان آسیب دیدگان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران میکوشند هنوز صدای معترضان را به گوش جهانیان برسانند. از حمایت کمپین های چند هزار امضایی برای نجات جان آسیب دیدگان اعتراضات تا جمع‌آوری امضا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، امضاهایی که تصویب آن در نهایت نیاز به رأی و حمایت دولت‌های اروپایی دارد. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.